سه‌شنبه توش وجود داشت. در نتیجه برای چارتای اول از علم و هنر و فیلم و اینا شد. وقتی که به چیز پنجم رسید خلاصه دوستان ما رو موظف کردن، محول کردن که راجع به علم، راجع به تاریخ علم صحبت بکنی. من نه تاریخ دان هستم حقیقت چه بخواین، و البته تاریخ رو دوست دارم، خودم شاگرد تاریخ میدونم و همینطور این تاریخ علم. به هر حال اینجوری بود که ما این مسئله به ما محول شد. حالا ببینم من میتونم این جریان رو شیر بکنم. A host disabled participant screen sharing. پس میتونین لطف بفرمایین که من بتونم اینو شیر بکنم. عبدی خان شما هست هستین یا خانم دکتر گرجی؟ بله الان میتونین آقای دکتر بفرمایید. الان باید بتونین. همطوری که خانم دکتر گرجی گفتن، من پیشتیم در نوکلیر انجینیرینگ هست و تو ایرانم فیزیک خوندم و حالا هم جزء کانون آتلانتا هستم. عنوان این رو من گذاشتم شورت هیستوری، تاریخ کوتاهی از جریان علم در دوران قدیم ایران، در انشنت پرشیا، و روی این بحث خواهیم کرد. خیلی ها باور بر این دارند که تطور و تکامل به اصطلاح فکری بشر از این مسیر اسطوره و بعد به مذهب، بعد به فلسفه و بالاخره به علم پیموده شده. و این آقای که اینو چیز کرده، من البته تمام این اسلایدایی که من دارم همش کات اند پیسته، من هیچ چیز خودم ننوشتم و نه اضافه کردم. از این نظر اینه که اولا قرقاتی هست، چیزی از انگلیسی و فارسی همطوری که ملاحظه خواهید فرمود، و به هر حال دیگه به لطف و به چیز متانت خودتون میبخشید. و همطوری که ملاحظه میفرمایید، میگه که مذهب خودش معمولا اینجوری تصور میشه که از ماجیک، یعنی شعبده به اصطلاح، البته خب ماجیک رو بعضی ها به جادوگری ترجمه میکنن، ولی این به اصطلاح به شعبده شاید بیشتر نزدیک باشه. همینطوری که مثلا میدونین یکی از مثلا پیغمبران اولوالعزم دنیا به اصطلاح حضرت موسی، خودش ماجیشن بود، اثار مینداخت، نمیدونم بهش میگفتن که تو ماجیک کردی. پس این به نظر میاد درست میاد که ماجیک یه رابطه هم دو مذهب، یک نشأتی هم از ماجیک گرفته. حالا البته در این اسلاید ما میبینیم میگن که آیین بودا در حقیقت دین نیست، بلکه یه نوعی فلسفه است، که همطوری که میبینین، چون در حقیقت در بودائیسم میگن تو به هیچ چیز احتیاج نداری که ما میگیم باور بکنی، تو خودت باید تجربه بکنی، اگر میبینی درسته قبول بکن، وگرنه قبول نکن. که همطور که ملاحظه میفرمایید این خیلی با اصول علم امروزی که مشاهده و قبول هست به اصطلاح مطابقت داره. یه چیزی که هست، میدونیم که پایتخت البته ایران یا اون پهنه از زمین که امروز به اسم ایران خونده میشه، زادگاه امپراتوری های مختلف بوده، اول ماد، بعدش هم پارس. ماد ها
پایتختشون در همدان هست که ما بهش اکباتانا به اصطلاح میگن. به گویا از نظر واژه‌یابی لغت اکباتانا یعنی محل تلاقی جاده ها راه ها و همچنین محل تلاقی افکار و فلسفه ها و حکمت ها هم تعبیر میشه. البته از نظر سوغلجهشی و جغرافیایی هم به نظر میاد، چون بین غرب یعنی یونان و روم اون روز که در حقیقت غرب فقط همینا بودن، بقیه هنوز دیولوپ نشده بودن، و شرق یعنی هند و چین قرار داشت، در نتیجه از هر دوی این منابع متأثر میشد و فیض میبرد، به هر دویشون هم در حقیقت فیض میداد. در نتیجه ماجیک یک به عنوان یه رشته‌ای او یا اینکه یک سابسکشنی از مذهب به حساب می اومد. و در حقیقت اینطوری که اینجا این آقای جیمز جورج فریزر، من نمیدونم که هست، مثل اینکه دانشمند فیزیکی، دانشمند یا فیلسوف قرن اواخر 19 و اوایل 20، میگه که ماجیک چیزش اینه که در حقیقت یک تفسیر، یعنی یه راه، یه تکنیک ساده لوحانه‌ای هست برای توضیح و توجیه محیط که بشر توش وجود داره، که در حقیقت علم هم همین کار رو انجام میده. و از فلسفه هایی که در ایران پرورش یافته، یکی میترائیزم یا آیین مهرپرستی هست که قبل از زرتشت در اینجا نوشته 4000 سال پیش وجود داشته، و هم شواهدی که ما داریم کلمه مهر یا میترا هم در ایران هست. آقای دکتر مدرسی هم در یکی از سخنرانی‌هاشون اشاره کردن به این، هم در ایران هست و هم در هندوستان. و ما میدونیم اون اقوامی رو که حالا آریا هرچی بودن که از چیز آسیای مرکزی اومدن به طرف جنوب، میگن که به دو شعبه شدن، یه شعبه هم طرف هندوستان، شمال هندوستان متمرکز شدن، به یه شعبه هم اومدن طرف ایران. حالا بعضی ها هم احتمالاً از طریق چیزی که حالا بایش ترکیه میگیم بیزانس رفتن به طرف اروپا. در نتیجه به نظر میاد که این مذهب واقعاً یک مذهب چندین هزار ساله هست، یعنی و حتی میگن که اینا قبلا در غارها تشکیل میدادن جایگاه به اصطلاح نیایشگاهشون در غارها بوده. یعنی باز این نشانی بر این داره که این مذهب چنین سابقه ای داره که اون ریشه هاش از اونجا پای گرفته که در بشر هنوز در غارنشینی بوده. و حالا هم یه مقدار از بقایای اون میگن حتی در اسلام هست. میدونین که محراب همین معرب شده محرابه هست. محرابه محل پرستش مهرپرستان بود. شما اگه بالای محراب نگاه بکنین، اون گچبری هایی که دارن در حقیقت شبیه سقف غار هاست، و میگن که این یک بازمانده است از جریان های چندین هزار ساله تطور و تکامل مذهب. و آیین مهر بر اساس پرستش ایزد مهر می باشد. میترا
ایزد مهر و محبت به پیمان است و به همین سبب پیمان شکنی نزد پیروان آیین مهر بزرگترین گناه محسوب می شود. در اساطیر مهر پرستی تولد میترا را از بانوی باکره ای به اسم آناهیتا یا ایزد بانوی آبها می شناسند. اساس مهر پرستی مثل این که بر هفت مرحله یا مقام استوار بوده که این مقام ها رو در بعضی از نامه های حیوانات و پرندگان رو گذاشتن و بعضی هم نامه های دیگه داره. و چیز اولش از خدمتکار شروع میشه که البته به نظر میاد به اصطلاح به عقل جور در میاد. شما از اپرنتیس همین حالا هم یا که در دوره کارورزی از اپرنتیس شروع میکردن، از شاگردی بعد به مقام پوشیدگان، یعنی اونایی که میتونستن شرکت بکنن ولی حق حرف زدن نداشتن، بعد منصب سرباز که خودشونو میتونستن فدای یا برای نگهداری اون حکمت و فلسفه چیز خودشونو فدا بکنن، سرباز اونجا باشن. مقام چهارم مقام شیر بود که میگن که این چیز شیر و خورشیدی که ما در پرچم داشتیم از اینجا گرفته. مقام پنجم مقام پارسیست که میگن که این از وجوه رمزی کنایه ایست که با طبیعت رویدن گیاهان پیوند دارد و میان پیروان کیش میترا نشان آزادی و آزادگی است. من یکی از سوالهایی که می کردم اینه که این کلمه پارسی از کجا میاد؟ هرچه ریشیابی هم بکنین چیزی دستگیرتون نمیشه. من سعی کردم واژه پارسی رو پارس و پارسی رو چیز به اصطلاح ریشیابی بکنم، چیزی گیرم نیومد. ولی اگه این درست باشه که با طبیعت رویدن گیاهان پیوند داره، رویدن گیاهان یعنی کشاورزی، که اگه با کشاورزی پیوند داره، پس این نشون میده که این گروه که خودشون پارس میدونن و از آسیای مرکزی اومدن پایین، اینها یه عده کشاورز بودن که پس از این که تمدن رو بشن از گردآوری و شکار به کشاورزی مبدل شد، این گروه خودشونو کشاورز و پارس میدونستن و از این طریق اومدن پایین. البته این فقط یک گمان زنی هست و هیچ چیزی وجود نداره و این به عهده احتمالاً جامعه شناسان، مخصوصاً دوستان آنتروپولوژیست هست که بیشتر در این مورد قیاس بکنن. منصب ششم خورشید هست که نور از مشخصه آن خواهد بود. و آخرین مقام از هفت مقام، مقام والای پیر یا پتر یا پدر هست. به نظر میاد که این همین حالا هم پیر جزه. البته این هفت مرحله هنوز هم در ایران و جهان هست، مخصوصا در عرفان و صوفیه. میدونیم که اونا هفت مرحله دارن برای رسیدن به مدارج عالی. و دیشب خانم دکتر داشتن راجع به پدر سالاری میگفتن. حالا من نمیدونم این عالی ترین مقام میترائیزم رو به پدر دادن که به اصطلاح چیز خانواده حساب میشد، آیا این داستان پدر سالاری داره یا که همینجوری یه چیز. اگه اینجوری باشه این خیلی جالب خواهد بود، چون همین پدر میدونین که به عنوان پیر، پدر، فادر، پاپا در تمام ادیان وجود داره و اینجا جنتر جایی است که من دیدم که بهش به اصطلاح یک نسبت میده، یک پایه‌ای میده که این از کجا اومده اگه آدم بخواد ریشیابی بکنه در این مسئله. میترائیزم بر خیلی از ادیان اثر گذاشته، مخصوصا بر
مسیحیت. مسیحیت اونجایی که مسیحیت به اصطلاح حالا هست میگن که میترائیز حدود 600 سال میگن از قرن دوم قبل از مسیح در زمان اشکانیان توسط رفت و آمدهایی که بین بیزانس و ایران بوده از طریق سربازا به روم برده شده و تا 400 سال بعد از مسیح در اونجا رواج داشته و خیلی از چیز و وقتی که مسیحیت میترائیسم رو جابجا کرد جاش رو گرفت خیلی از چیزهایی رو که در میترائیسم وجود داشت در خودش مجبور بود به اصطلاح نگه داره. واضح ترینش همین روز یک شنبه است. میدونید یک شنبه رو ما به اسم میگیم ساندی، یعنی روز خورشید. و روز خورشید روزی بوده که میترائیست ها به اصطلاح مقدس میشمردند و نیایش میکردند. و همینطوری که خدمت رو عرض کردم میگن که رومی ها میترائیسم رو به تمام اروپا در حقیقت اونجایی که میرفتن سرایت دادن و اینا نیایشگاهشون رو میتروم صدا میکردن و میگن حتی در اطراف لندن میتروم پیدا کردن، چون این میتروم ها یه آرکیتکت مخصوص به خودش داشتن از نظر رو به خورشید بودن و داشتن یه حوضی اطراف چیز و این چیزا به این به اصطلاح مشخصه این میترائیسم شده. و خیلی چیزهای دیگه در مسیحیت از میترائیسم به جا مونده. زادروز مسیح همون زادروز میترا هست، نداشتن پدر جز چیز میترا هست، عروج بر آسمان از چیزهایی است که از میترائیسم گرفته شده. و اینم این معمولا میترا رو نشون میدن با یه کلاه مخروطی و که اشعه خورشید از صورتش ساطع هست. و اینم میگن که این یه شاه ایرانی شاپور دوم میسین که اینم یه امپراتور چیز پولیانوس امپراتور روم هست. اینم میتراس که به عنوان شاهد مهر محبت بین اینا داره به اصطلاح ابزرو چیز مشاهد جز شاهد در اینجا به اصطلاح واسطه. و اینم یه مجسمه از میتراس که از سنگ تراشیده شده، چون یکی از چیزهای زادگاهش اینه که میگن که میترا از سنگ به وجود اومده، آسمان سنگ رو حامله کرده و به وجود اومده. و اینم به اصطلاح و این یه چیزی هم که اینجاست، حالا نمیدونم اینو هنرمندای ایرانی که درست کردن یا هنرمندای رومی و یونانی، چون این خیلی شبیه به آرتیه که در یونان ما میبینیم، مثل مجسمه دیوید و نمیدونم چیزهای خیلی همسام یونانیا. فلسفه دوم همونطور که گفتیم مهرپرستی کم کم جاش رو به زرتشت و زرتشت حکیم داد. زرتشت به عنوان یک حکیم ازش به اصطلاح یاد میشه. و در مورد زرتشت خودش در اوستا اینجوری ازش یاد میکنه. البته آقای به اسم شهر روزی که متوفی 686 هست و مؤلف کتاب نزهت الارواح یا تاریخ الحکما از حکمت و فلسفه و تاریخ علم که تاریخ علم هست، از 128 تن از دانشمندان و حکمای ایرانی و یونانی اسم میبره. و در اون کتاب شرحی هم از زرتشت آمده و در گاث‌ها یا سرودهای زرتشت یاد میکنه و اشاراتی داره از حوادث زندگی زرتشت
که در این سرودها خود زرتشت در اوستا گفته. شهرزوری میگه که زرتشت میگوید این مرد فاضل از اهل آذربایجان بود و از آنجا در 20 سالگی به مسافرت میپردازه و به خدمت حکیم تارک دنیا رسیده و مصاحب آنها میگردد و حکمت را از آنها وارث میشود و همچنین میآمازد که چگونه اجرام فلکی تدبیر مینمایند. زرتشت پس از این مسافرت به آذربایجان برمیگرده و گویا موجب حسد خیلی از موبدان میترائیس که هنوز جز مذهب رایج بوده قرار میگیره و این به اصطلاح آخوندهای اون روز ملوک رو بر قتل وی واداشتند و گفتند نزد او علم نبوت است. زرتشت میگوید که به خدمت حکمای مختلف در نقاط مختلف رسیدم و همچنین مدتی رو به انزوا گذراندم. اشارات کهن از زرتشت به عنوان بزرگترین منجم و نخستین راصد و معتقد به تأثیر کواکب در روی زمین بر زمین به سرنشینان اون یاد میکنند. زرتشت میگوید که نفس من اقتدار پیدا کرد بر مناجات نور خالص و عقیده دارد که حکمت عملی در واقع نیایش و راهیابی به راه درست، ستایش نور محض به نور خالص است و آتش در حقیقت چیزی جز نمادین و کنایتی از این نیست. یعنی آتش رو به این عنوان به اصطلاح کرده که منو یاد به یاد انواری رو که در داخل من حلول کرده و من از مشاهده و مصاحبت اون حکما دریافت کردم منو به یاد اون میندازه، به این دلیل اینو عزیز میشموره. و در نتیجه میبینیم که حکمت نور و همه جریانات به اصطلاح سوپرنچرال به اصطلاح ورای طبیعتی از طریق نور در زرتشت حلول پیدا میکنه. از زرتشت به اسامی مختلف به اصطلاح نامیده میشه، مثل که مثل بعضی از نامها که مثل کوروش اول، کوروش دوم، کوروش سوم، نمیدونم داریوش اول. زرتشت های مختلفی هم امکان داره وجود داشته باشه. میگن که این تندیسیه که از زرتشت در نیویورک امکان داره موزه متروپولیتن باشه. من آخرین باری که اونجا 30-40 سال پیش بود یادم نمیاد که دیده باشم. از حکمای دیگه ای رو که در ایران قدیم ازش نام میبرن جاماسب فرزند هوگووا وزیر گشتاسب بود. میگن جاماسب همسر پوروچیستا جوانترین دختر زرتشت بوده و جاماسب از نخستین فیلسوفان جماسب رو از نخستین فیلسوفان ایرانی می‌دانند. در منظومه پهلوی یادگار زریران از جماسب با صفت بیدخش به معنی صدر اعظم نام برده شده است. در اسلاید بعدی یک ساختمانی هست گویا در سر راه جهرم به سمت شیراز و در یه شهری به اسم خفر، نمیدونم خفر هست، خفر هست، خفر هست، چی هست، و این ساختمان هنوزم وجود داره و به اصطلاح میگم مقبره جاماسب اینجاست. به احتمال خیلی زیاد جز زیارتگاه رندان جهان هست لابد. در نوشتارهای اسطوره‌ای که جنبه تاریخی دارند، یک
از یه دانشمند دیگه‌ای به اسم سورتیه که از نخستین پزشکان هست و در اوستا از اون نام شده. در نتیجه ایشون هم جز یعنی اوستا از دانشمندان به حکما هم تکنولوژیست ها و هم چیزان به اصطلاح خردمندان صنعت و پزشکی و اینا یاد میکنه. و بیونهنگان پدر جمشید نخستین کسی که آشنا به فشردن گیاه هم شد نام میبرن. یعنی در حقیقت چیزی که میگه یعنی این آقا داروسازی و خواص گیاهان رو پیدا کرد برای به عنوان دارو. و اینا تعداد زیادی از چیزای حکمای فیلسوفای یونانی هستن که اینجا ادعا میشه که اینا از شاگردان زرتشت بودند. که باز ما بیشتر به این میپردازیم. اوستا یک مجموعه ای از حکمت اون سرزمین هست که میگن دارای 22 کوانترین نوشتار ایرانی ایرانیان هست که دارای 21 نسک یا کتاب و دارای 5 بخش وجود داشته، ولی حالا چیزی که به دست ما رسیده اینجوری نیست. اینو این چیز سلسله هخامنشیان هست که از سال 559 قبل از میلاد تا 330 قبل از میلاد بر اون سرزمین حکمرانی کردن. اینم شجره نامه باز هخامنشیان که از هخامنش شروع میشه، بعد میاد به تیوسپس، بعد به سیروس اول. این سیروس کوروش کبیر هست که بعد به پسرش کمبوجیه و بردیا، و بعد میرسیم که اینجا هست که میگن که داریوش هم باز از خانواده هخامنشی بوده، تا اینکه بالاخره به داریوش سوم در سال 336 قبل از میلاد به پایان میرسه. این مسیری هست که لشکرکشی کوروش رو به طرف یونان نشون میده. ببینید اینجا این غرب ترکیه امروزی هست، این آیونیا، یعنی این نواحی به اسم یونان معروف بوده. اینجا لیدیاست که کشوری است که ما میگیم کوروش اولین بار پس از اینکه پدر بزرگش رو به اصطلاح جاشو گرفت حمله کرد بهش، به لیدیا. اینجا نوشته کوروش در سال 550 قبل از میلاد پس از تسخیر همدان به مرزهای لیدیه رسید و مناکن مسکونی یونان را در سال 547 قبل از میلاد واقع در آناتولی امروز فتح کرد. یعنی این نواحی رو در سال 547 اینجا یه شهری هست به اسم میلتو که تالس متولد اینجاست. پس میبینین اگه دقت بکنیم ما تعداد زیادی از فیلسوف‌های یونانی در حقیقت بیشترشون اون اوایل مال اینجاها بودن که به ایران و اکباتان و اینا نزدیک بود. میدونیم که اولین بار البته کوروش میخواست ولی عجل قسمتش نداد که بتونه به یونان حمله بکنه، ولی داریوش حمله کرد و داستان جنگ چیز دو ماراتان که یاد به یادمون میاد. بعد از اون در سال 480 قبل از میلاد خشایارشا دو مرتبه
چیز پدرش رو به اصطلاح نقشه پدرش رو سعی کرد به اجرا بگذاره. حالا علت اینه که من این خدمتتون عرض بکنم، عرض میکنم اینه که به این به اینجا برسیم که به میگن که بین افرادی رو که خشایارشا با خودش به یونان میبره یه شخصی هست به اسم هوشتانا، یا که یونانی ها بهش میگن آستن یا استانو یا استانوس، که این شخص یه دانشمنده، هم کیمیاگره، هم جزء مغان زرتشت به نظر میاد و هم از میگن که جادوگر، که مقصود همون شعبده باز، مقصود از شعبده بازی هم اینا ما میدونیم که در حقیقت استرولوژی که همین حالا هم معروفه جزء صنایعی است، جزء تکنیک هایی است که در اون نواحی بین چیز سوریانی و بابلی و بعدش هم ایرانی ها به اصطلاح به وجود اومده و اینا خود زرتشت هم قبلا دیدیم معتقد بود که افلاک فلکی بر روی زمین و ساکنان اون تأثیر بر سرنوشت اونها تأثیر دارن، که همین امروز هم ما این عقیده رو داریم. دامونش هم اینه که شما هر ماه که پردیس رو میگیرین میبینین که یه صفحه راجع به استرولوژی داره و شاید یه بعضی از به اصطلاح شاید هم بسیاری از خوانندگان به اون چیز به عنوان فالگیری ازش استقبال میکنن و مقصود از این جادوگری اینا بوده که اینا یه همچه علومی رو داشتن و به آگاه بودن از کانستلیشن های مختلف و صور فلکی. اینجا هم باز پلینی ها دو تا هستن، پدر و پسر، هر دو مورخ هستن، تاریخ نگار هستن و اینا خیلی از چیز از شاگردی دانشمندان یا فیلسوفان یونانی زیر نظر همین آستنوس یا هوشتانه چیز میکنن، یاد میکنن و میگن که آثار زیادی ازش به جا مونده، از جمله کتابی هست از کتاب جامع، این کتاب توسط اصغر همتی 1380 ترجمه شده، یا اینکه علتش هم که اینه که به از عربی چیز کردن برای اینکه اون کتابای اصلی که به زبان فارسی بوده میسین که اصلا در دست نیست، منهدم شده، انتها ترجمه های این به سریانی و بابلی وجود داشته و عربا از اونجا گرفتن، یا شاید هم دانشمندان ایرانی بعد از اسلام اونها رو به عربی ترجمه کردن. حالا دو مرتبه ما داریم از طریق غیر معکوس، همونطوری که اروپایی ها اصلا کتابای افلاطون و ارسطو رو فراموش کرده بودن تا اینکه عربا به یادشون آوردن، تازه دو مرتبه اینا فهمیدن که یه همچی چیزایی به اصطلاح وجود داره، یه همچی چیزی هم در مورد ایران مثل اینکه صادق است. اینم پلینی بزرگ مقصود پدر است که این کار کرده، که بعدش هم پلینی کوچیک هم باز از همین چیزها حرف میزنه و میگه که بل انتها اون چیز بدبینی که چه عرض کنم، ولی چیز مهربان نبودن به دانشمندان ایرانی رو دارن که اینا جادوگر بودن و از این حرفا، ولی مخصود از جادوگری همین شعبده بازی و مخصود از شعبده بازی هم علم استرلاب و علم چیز هست، باور بر این که افلاک آسمانی روی زمین و ساکنان زمین تأثیر دارن هست و اینم آثار مختلفی است، یا اینکه سنگ نوشته این هوشیانه اولین جادوگر جهان، اینم
شیمیدان خامنشی، البته یعنی مثل اینکه ایرونی ها درست کردن، یه جادوگر بهش نمیگن. این هم باز یک سنگ‌گذار دانشمندان ایرانی پیش از اسلام. و بالاخره اینا هم آیا دانشمندی وجود داشته؟ که البته وجود داشته و اصلا ساختار امپراتوری بدون دانشمند امکان پذیر نیست. و ایشون باز از اصلی جز از کیمیا، از آثاری بسیاری که به نسبت داده می شده، مردم با کاوش سنگ جادو، یعنی از فلزات و که فلزات رو به زر تبدیل می کرده، به اصطلاح می دونین که کیمیاگری مدت زیادی به این گفته می شده. و چیزی که اینجا می خواستم بگم میگن که نام خوشتانه یا اوستانه یا آستانه به عنوان آستان و آستانه حتی امروز هم در زبان پارسی به جا مونده. و اینجا هم یک محقق یونانی هست میگه انگامی که ما در معبد بودیم یک ستون کوچک اتفاقی شکست که ما توجهمون رو جلب شد، درونش خالی بود، اما اوستون آشکار کرد که در درون آن کتاب‌های باستانی گرانبهایی حفظ شده است و آنها را با شکوه خاصی به همگان نشان داد. وقتی که آن به هر حال نگاه کردن که چرا در اونجا این سخن بسیار در اونجا این سخن بسیار ارزشمند رو پیدا کردن که این بوده که طبیعت در طبیعت افسون می شود، طبیعت بر طبیعت فاتح می شود، طبیعت بر طبیعت چیره می شود، که این سخن بسیار ارزشمند هست. حالا من وقتی که داشتم فکر می کردم خودم چیزی ازش به عنوان سر در نمیارم، ولی می دونم که در قدیم باور بر این بود که دنیا ما دو تا دنیا داریم، یه دنیای کوچیک و یه دنیای بزرگ. دنیای کوچیک بدن انسان هست و دنیای بزرگ بقیه یونیورس. اگر بر اون منوال نگاه بکنیم که اگه طبیعت اول رو بگیریم طبیعت انسانی و طبیعت دوم رو یونیورس بگیریم، طبیعت بر طبیعت افزون می شود، این معنی میده به نظر من، یا طبیعت بر طبیعت فاتح و چیری میشود، به نظر من میتونه یه تفسیری داشته باشه. من اینجا تعدادی از تالس گرفته تا اسامیشون رو اینجا میارم، زیادم روش چیز نمی کنیم، تا اینکه میرسیم به حتی دموکراتیک و اینا، که همه اینا یا شاگرد هوستانا بودن یا شاگرد هوستانا بودن، و ارسطو و افلاطون و اینا. برای اینکه همون دموکراتیز که گفتیم اتم رو چیز کرد، این از نظر تاریخی هم نگاه بکنی همون سالهایی است که خشایارشا رفته بوده به طرف یونان و میگفت نوشته که شاگردای یونانی، فلاسفه یونانی اومدن پیش هوستانه درس یاد گرفتن. این جالب، این چیزی که من به اصطلاح بهش نگاه کردم، نتیجه گیری که من ازش میاد جالبه. همونطوری که میبینین این دیگه اوج فلسفه یونان هست که ما به یاد داریم، میدونیم از سوفوکلتس با سقراط به افلاطون به ارسطو، بعدش هم اپیکور. این وقتی که شما اینو نگاه میکنید درست همون مقارن همون موقعی هست که ایرانی ها به یونان هم چیز کردن، رابطه برقرار کردن به اصطلاح. و من میگم این داستان همچه اتفاقی هم نیست، احتمال خیلی زیاد فلسفه ایرانی، یعنی این در تماس بودن با فلسفه ایرانی
این جریان فلسفی یونانی رو سیقلی کرد. من اینو هیچ جا ندیدم، ولی وقتی که این نمودار رو دیدم و بعدش هم این تاریخ من خودم اینو گذاشتم اینجا نبود، این به اصطلاح قابل تأمل هست. ما باید این بیشتر راجع به این به اصطلاح تحقیق بکنیم که ببینیم جریان به اصطلاح آیا چقدر هست. این احتمالاً در آینده خواهد بود. به قول معروف میگن که ما یه اسپسیمن خوبی از اسپیشیز ما متاسفانه نیستیم. البته یونانی ها هم نبودن، ولی غربی ها از در بعد از انلایتنمنت برای اینکه بخوام برای خودشون یک شجره نامه تولید بکنن، جریان یونان رو به نظر من اینقدر بالا بردن که بگن که ما هم غربی هستیم، اینا هم اینقدر چیز بودن، پس این به ما مربوطه. من میگم یه شجرنامه ساختگی متاسفانه ما نتونستیم تا حال حاضر، که البته از این به بعد تعداد دانشجوها بیشتر میشن، اینجور مطالعات بیشتر خواهد شد. یعنی هم یک تایملاینه که پرشین و بعدش هم گریک و بعدش هم مسیدونیان و بعدش هم روم نشون میده که زیاد به اصطلاح ادامه همونه. این هم باز یه تایملاین دیگه هست که اینها رو در بر میگیره. اینو من به این دلیل اینجا گذاشتم که اسم این آقا پنداره. پندار یه اسم کاملا ایرانی، حالا نمیدونم این چجوری این اسم میگیرم. اینم که اسکول آف اتنز به نظر میاد میگن که اینجاها به چیز زرتشت به اصطلاح وجود داره. این چیز این خالی از لطف نیست. نیچه میگه که خیلی بهتر بود که یونانی ها به جای اینکه مغلوب رومیان بشن مغلوب ایرانی ها میشدن، یا اینکه هگل که یک فیلسوف خیلی معروف قرن 19 است میگه که در زیر خاک هر وجه به این خاک افرادی خفته هستند که به این از این زمین پاسداری کردن. انتهای این آقای شریعتی میگه که اصلا قبل از حمله عرب ملیتی در ایران وجود نداشته. مخ چجوری یک امپراتوری میتونه تقریبا دنیای اون روز تخسیر بکنه بدون اینکه هیچ چیزی داشته باشه. اینم یک جلسه ای هست از انوشیروان. میگن که انوشیروان خیلی به مباحثات فلسفی علاقه داشته و فیلسوفای زرتشتی رو میگرفته و که با فیلسوفای مسیحی به اصطلاح مباحثه بکنن و چیز بکنن. تاثیر افکار زرتشت بر دین‌های دیگه. موریس مترلینگ، شاید خیلی از ما از موریس مترلینگ که صاحب کتاب‌های زیاده است و کتاب‌هاش هم در زمانی که ما دبیرستان بودیم به تمام به فارسی چیز شده بود، ترجمه شده بود، میگه که مطالعه در مذهب ایرانیان برای مسیحیان بسیار جالب می‌نماید، زیرا 4/5 معتقدات عیسوی از ایرانیان اقتباس شده است. یا ویندنگرن، یا مستشرق معروف سوئدی، میگه هنگامی که آیین یهودی و مسیحی را مورد بررسی قرار میدهیم، در میابیم که زندگی مردم به ویژه از زمان سلطنت خامنشیان به طور قطع تحت تاثیر و نفوذ کیش مزدیسنا بوده است. تازگی ها تا اسم این فیلسوف رو من متاسفانه از یادم رفته. میگن که یه فیلسوف هست میگه که این مذاهب ابراهیمی، مخصوصا این مذهب آخرشون، تقلیدی هست از تقلید. یعنی جودایزم و کریستیانیتی تقلید هستند از مزدیسنا و از بود از زرتشتی و بودایی، و اون آخری خودش تقلیدی از این تقلید که در حقیقت باز مؤید این چیزهاییست که اینا گفتن.
یه چیزی هست به اسم فتشیزم که من شاید دوستان بهتر از من میتونن، ولی خالی از لطف نیست که اینجا بهش اشاره بشه و بگیم که کی بر سر چیز اومد. من چیز اردشیر اردشیر ساسانی رو از چیز نکردم. میگن اردشیر ساسانی میدونین که خودش موبد و موبد زاده بوده و چیز میکرده که اشکانیان زیاد از مذهب دور شدن اینا، و این اومده همون کار رو که عثمان کرده راجع به اوستا کرده، یه چیزهایی رو گلچین کرده، یا اینکه موبدان خواسته به اینا گفته شما اینا رو جمع بکنین، و احتمالا خلاصه اون چیزی که خودش میخواسته یه چیزی به اسم اوستا درست کرده، و میگن که این چیزی که در دست ما هست این اوستای اردشیر بابکان هست. اون وقت فتیشیزم یه داستانی است که شاید در منطق ازش استفاده میکنن، که میگن که attribution of inherent value and the power to of an object، یک چیزهایی که واقعا در اصلشون وجود داره و به اون عنوان اینها به وجود اومدن. من از یک مثال ساده بزنم، مثلا ما وقتی که از غار نشینی اومدن بیرون لباس رو انتخاب کردیم، لباس در جای اول برای این بودی که ما رو، بدن ما رو از محیط خارج، از بیرون، از محیط حفظ بکنه. ولی حالا که ما میریم لباس بخریم، کدوممون اصلا توجه داریم که آیا این چیز رو میخریم که لباس ما رو، که بدن ما رو حفظ میکنه یا نه؟ تنها چیزی که چیز هست اون پوسته است، یعنی مغز رو ول کردیم به پوسته میچسبیم، میگیم که آیا این رنگش قشنگه، نمیدونم بافتش قشنگه، یا نمیدونم رنگش به چشم و به مو و نمیدونم به صورت و به پوست، از این حرفا. وقتی که یه چیزی اصلیتش رو از دست میده و چیزهای ظاهری مسلط میشن، اینو به فتیشیزم تعبیر کردن. من میخوام بگم که در بر سر زرتشتی هم همین اومده. مقصود از نوری که زرتشت میگه اون نوری بوده، نور علم و دانش و حکمتی بوده که در داخل اون بوده، ولی و آتش یک نمای از این بوده که اینو به یاد اون بندازه. ولی در نتیجه حال اینکه حالا بعد از اون میگن این موبیدان سودجو اون اصلی رو ول کردن، آتش شده به اصطلاح تمام همه چیز تبدیل به آتش شده. اینا هم باز دانشمندا و مهندسین دیگری هستند که در عهد قدیم به اصطلاح وجود داشتن. ایشون مهندسی سازه از آبراهه اتوس، یه کوی هست مثل این که در یونان به اسم کوه اتوس، وقتی که خشایارشا رفت اونجا برای اینکه کشتیشو برونه، اینجا شروع کرده یه کانال درست بکنن، و این کانال رو و این اتوس دوتا مهندس که همراهش بودن این کار کردن. یکیش همین چیز بوده، اتوس بوده، و یکی دیگه هم پوربراندا و بوبراندا. این دوتا مهندس میگن این کار کردن، و داشتم نگاه میکردم میگفتن که این کانال از زیر خاک در سال 2005 اینو از زیر خاک در آوردن، و حالا شده جز جاذبه های جهانگردی، که اگه دفعه دیگه گذارمون به اونجا افتاد بد نیست که یه سری هم به اونجا بزنیم. از دانشمندان دیگه خیلی ها هستن، مانی، مهرنرسی، نکیسا، از سریه که به عنوان پزشکه که اسمش در چیز اومده یاد میکنن. و بعدش هم دیگه چیز بزرگ مهر و برزویه حکیم و بوبارس و بوباراندا، همین مهندسینی که خدمتتون عرض کردم. و بعد به موزیک میرسیم. مهرنرسی خودش یه حکیمی بوده، وزیر بهرامگور، نکیسا موسیقیدان،
باربودم باز موسیقیدان و برزیه. این یه آتشکده هست که در 15 کیلومتری ملایر هست و میگن اینو وقتی که کاوش کردن سه طبقه مختلف ازش به وجود اومده، چیز داره که از سه دوره مختلف مادها، هخامنشیان و ساسانیان، نمودار به اصطلاح پرستشگاه رو در این سه دوره به اصطلاح در اینجا نمایش میداده. حالا من میخوام یه مقدار چجوری فلسفه و حکمت برای اداره جامعه چیزه به اصطلاح مؤثره. ما میدونیم که جان هابز در زمان انلایتنمنت چیز رو، حکومت رو، لزوم حکومت رو، حکومت قوی رو طرف پیشنهاد کرده که بتونه به شهروندان سرویس بده. و بعد میدونیم که مونسکیو اون سه جدایی سقوه رو که پیشنهاد کرده و بالاخره جان لاک داستان سرویس رو که باید حکومت محترم بشماره برای شهروند، لایف، لیبرتی و چیز حق پراپرتی. و بعد میرسیم به اینکه ایران میگن حالا اگر تنها خواستگاه نبوده، یکی از خواستگاه‌های طب و حکمت بوده و حکمت مسلط بر این حکمتی هست که به اسم حکمت خسروانی یا پهلویون بهش میگن. و این حکمت، حکمت خسروانی و حکمای حکمت خسروانی رو خسروانیون میگفتن. و این حکمت بعد از اسلام در دوران سهروردی به اصطلاح بهش اشاره شده و که سهروردی کتاب داره در این مورد. یا آقایی هم هست تازه به عنوان هاشم رضی که دوستان امکان داره با اسمش آشنا باشن، ایشون هم یک کتاب نوشته به اسم حکمت خسروانی که خیلی از این چیزها رو در اینجا نگه داشته. و میگن که میدونیم که لقب فردوسی هست حکیم، ابوالقاسم فردوسی. میگن خود فردوسی هم از حکمت، هم حکمت اشراق، حکمت سهروردی و هم حکمت ارسطویی با خبر بوده و اینو جسته و گریخته در جای جای چیز خودش، شعرهای خودش اومده که همون شعر اولش به نام خداوند جان و خرد که شاید بهترین تفسیری هست که آدم میتونه که راجع به خدا بکنه. اون وقت خسروانیون حدود 12 تا چیز داشتن، به اصطلاح چی بهش میگن، بنیان داشتن یا چیزهای پایه‌ای خسروانیون. خس که اولیشون ایزد یگانه هست، ایزد خردورز هست که از عقل باید پیروی بکنه، داد و عدالت درش وجود داره، نفی نیروهای نفی زورگویی و نیروورزی، فرار از پایه های حکمت خسروانی، ششم هست وحدت در آفرینش، فزایندگی هستی را پایانی نیست، مهرپرستی، مهر برتری بر هستی، نهم هستش نو شدن چیزها آدمی، دهم هست هستی و آدمی نو می شود، یازدهم هست پویایی و پوچی و ناپایداری، ناپایداری چیزهای ظاهری، و بالاخره دوازدهم حکمت خسروانی رهانندگی از ایستادگی است. به شما می بینین که این مسئله دوازده وقتی که اسلام اومد و جای به اصطلاح چیزو گرفت،
این مخصوصا این قسمت شیعه این داستان دوازده گانه رو در خودش حفظ کرده و به یه نحو دیگری بروز داده. این هم کتابی است که این آقای رضی نوشته به اسم حکمت خسروانی و بازم حکمت در شاهنامه. و من ببخشید 5 دقیقه بیشتر شد ولی دوستان دیگه به بزرگی خودشون میبخشن. خیلی ممنون جناب اصیل، خیلی متشکر و ممنون، جالب بود بسیار. اگه دوستان سوالی دارن حدود 10 دقیقه تا 1 ربع